حواشی زیادی درباره پایتخت ایجاد شده. در مصاحبه نویسنده این سریال پایتخت گفت هنوز پایتخت تمام نشده است. حرف زدن درباره سریالی که هنوز به پایان نرسیده کار درستی نیست. واقعا نمیدانی در آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. بنابراین قضاوت کردن نمیتواند جامع و کامل باشد. وی درباره آشنایی خود با تنابنده توضیح داد ما سالهای پیش در دوره دانشجویی هم کلاس بودیم اما دوستی زیادی نداشتیم تا اینکه از طریق احمد مهرانفر بیشتر آشنا شدیم. عباسی افزود سالها پیش قرار بود در سریال چک برگشتی همکاری داشته باشیم اما این اتفاق رخ نداد. برای پایتخت 5 هم یک صحبت‌های انجام شد و جلساتی برگزار کردیم ولی در نهایت شرایط مهیا نشد. تا اینکه بعد از نمایش تئاتری که با محسن تنابنده انجام دادیم درباره نوشتن پایتخت صحبت کردیم و از اردیبهشت ماه نوشتن پایتخت را شروع کردیم. این نویسنده درباره دلایل حاشیه دار شدن پایتخت گفت من به عنوان نویسنده متاسفم که حواشی ایجاد شده است زیرا کسی که اثری را خلق می کند دوست ندارد حواشی برای کارش ایجاد شود. البته خالق اثر نباید درباره اثرش حرف بزند چون حرفش را در اثر زده و نیازی به توضیح اضافه نیست. وی عنوان کرد اما اثر اجبار باید توضیحاتی درباره مسائلی بدهم. احتمالاً یک سری حرفا در پشت پرده زده می شود. با تیتر بزرگ نوشته شده و دست به دست می شود. با این عنوان که نویسنده پایتخت 6 کیست؟ این موضوع خیلی آزاردهنده است. باید بگویم که در این پشت پرده عناوینی به من داده می شود که اصلاً واقعیت ندارد و کذب محض است. عباسی توضیح داد من حدود 30 سال است که در تئاتر کار میکنم و 20 سال از سوابق کاریم آن هم به صورت حرفه‌ای به نوشتن نمایش نامه های مختلف گذشته است. شاید در سریال پایتخت 5 به دلیل اینکه محبوب ترین سریال بود شناخته تر شدم. من نمایش نامه های بسیاری در حوزه تئاتر دارم. نمیدانم بگویم متاسفم یا خوشحالم که برای تئاتر نوشتم چرا که نوشتم برای تئاتر هم این موزل را دارد که کار دیده نمی شود. وی درباره ریسک نوشتن پایتخت 6 عنوان کرد برای پذیرش نوشتن این فیلمنامه که الان نباید پاسخ بدهم که موفق شده است یا نه من تقریبا راضی بودم. مدلی که نوشتن را دوست داشتم و اختلاف عجیب و غریبی بین نمایش نامه ها و فیلمنامه پایتخت نیست. عباسی ادامه داد نمیدانم مخاطبان چرا تیتراژ پایتخت را نمیخوانند و توجه نمی کنند که چه کسانی چه مسئولیتی دارند. باید ببینند که یک گروه این کار را انجام میدهد و همه کنار هم هستیم. نویسنده پایتخت اظهار کرد من نویسنده بودم. طراح قصه و سرپرست فیلمنامه مشخص است و طراح اصلی محسن تنابنده است که در تمام فصلها هم همین موضوع بوده و قصه ها را او طراحی کرده است. من افتخار داشتم در کنارش کار کنم و این فرصت خوبی بود. وی افزود در بعضی از کامنت ها نوشتند که چرا کت و شلوار نقی این گونه است؟ چرا لباس ارسطو را این مدلی انتخاب کردی؟ یا حتی درباره خانه هم به من ایراد می گیرند؟ در صورتی که باید بگویم من به عنوان نویسنده نظری درباره آنها نداشتم. هر کدام از آنها مسئول خود را دارند. عباسی در مورد پرخاشگری بهتاش گفت بحث پرخاشگری بهروز و یا بهتاش نویسنده مسئولش است و تأکید دارم که بهتاش در سری 5 با بهتاش سری 6 تفاوت و فاصله چندانی ندارد. وی درباره انتقادات به شخصیت خود بیان کرد بیشتر حرف من درباره صحبت‌های اشتباهی است که درباره هم گفته می شود. نمایش نامه هایم برای قضاوت موجود هستند. حتی برخی خبرگزاری ها و سایت ها درباره من می نویسند نویسنده مبتذل تئاتر که واقعا دلیل آن را متوجه نمی شوم. ای کاش درباره 26 نمایش نامه‌ای که دارم هم صحبت کنند. من در حوزه نمایش نامه درباره عاشورا و مسائل مختلف مذهبی کار کردم. فاطمه پاقل نژاد روزنامه نگار نیز در این باره گفت فصل ششم سریال پایتخت همانقدر که به خاطر شیوع کرونا و خانه نشینی افراد جامعه پر مخاطب ترین فصل این سریال لقب گرفت، پرحاشیه ترین و پر انتقاد ترین فصل این سریال محبوب هم بود.
سریالی که فصل اول آن در نوروز سال 90 روی آنتن رفته و به سرعت تبدیل به یک برند معتبر و محبوب برای تلویزیون شده بود، به یک بار در فصل ششم گویا پرنده اقبال از روی شانه‌اش برخاست و در شبکه‌های اجتماعی و البته از سوی یک طیف خاص فکری با انتقادات فراوانی روبرو شد و همان گروهی که برای همکاری سازندگان پایتخت در فصل پنجم با سازمان اوج برایشان هورا کشیده بودند، این بار روی گرداندند و با نقدها و نظرات تند از آن استقبال کردند. انتقاداتی که در قسمت پایانی و با نمایش سکانس پایانی به اوج رسید و به یک بار عده‌ای از تمامیت سریال ابراز انزجار کردند و تلویزیون مجبور شد پخش پشت صحنه جذابی را که از روز قبل وعده داده بود از کنداکتور خارج کند و به سرعت میز گردی تشکیل بدهد تا با توضیحات سیروس مقدم و مهدی فرجی کارگردان و مشاور پروژه پایتخت کمی از این غبار نشسته بر روی سریال محبوبش را بزداید. میزه گردی که محمد تقی فهیم منتقد سینما دربارش میگوید به نظر من فینال این فصل پایتخت همین برنامه بود. خود این برنامه طنز بود و هر کس میدید میخندید و حتی در بخشای از خود سریال خنده دارتر بود. اما آیا همه مشکلات سریال پایتخت تنها به سکانس پایانی و بی‌اعتنایی به عنصر خانواده به زعم بعضی از رسانه ها منحصر می شود؟ محمد تقی فهیم منتقد در پاسخ به این سوال می گوید خلاصه کردن مشکلات پایتخت به این سکانس دست کم گرفتن مخاطب است. اساساً سریال چیزی برای ارائه نداشت و موقعیت های خودش در جا می زد و جلو نمی رفت. داستانی یک پارچه‌ای نداشت. در سری‌های قبلی یک روایت و یک شاه پیرنگ داشتیم. داستان‌های فری به این تنه اصلی کمک می‌کرد ولی در این بخش چنین چیزی نمی‌دیدیم. این مقایسه را اما سید عبدالجواد موسوی منتقد و روزنامه نگار قبول ندارد. او در این باره با اشاره به این نکته که در کل خیلی فاصله وحشتناکی بین آنچه که در فصل‌های قبل ارائه شد با آنچه در این فصل دیدیم وجود ندارد گفت وقتی می‌خواهیم درباره یه فصل ششم پایتخت حرف بزنیم نمی‌شود بدون در نظر گرفتن فصل‌های قبل این کار را انجام بدهیم. همه جای دنیا فیلم‌ها و سریال‌هایی که در چند فصل ساخته می‌شوند فراز و فرودهایی دارند. مثلا همانطور که در خبرها خواندیم برای درخواست از سازندگان بازی تاج و تخت برای ساخت مجدد فصل آخر این سریال میلیون‌ها امضا جمع شد. موسوی اما درباره سکانس پایانی نظری متفاوت دارد و میگوید حرفایی که درباره سکانس آخر گفته میشود بی اهمیت است، همانطور که حرفایی که درباره فصل قبل در زمان پخش آن گفته میشد. همان نظراتی که صرف این که بخشی از قصه در سوریه میگذشت میگفتند این سریال بی ارزش است و چون از اوج پول گرفتند همه سریال را زیر سوال میبردند. آن فرقه با این فرقه که الان مدعی اخلاق شدن و سریال را به باد انتقاد گرفتن سر و تهی کرباس هستن و هیچ نگاه جامعه شناسی و زیبا شناسی که به قصه و هنر مربوط باشد در نظرات آنها وجود ندارد و تنها قصد و اغراض سیاسی دارند، منتها هیاهو دارند و صدایشان بلند است. اما چه چیزی باعث شد انتقادات از فصل ششم پایتخت به اوج برسد؟ عبدالجواد موسوی در این باره می گوید باید این را در نظر گرفت که یک فاصله یه دو ساله بین دو فصل آخر این سریال افتاده و نویسنده سریال هم تغییر کرده است. از ظاهر امر برمی آمد که قرار بود فضای تازه‌ای در این فصل تجربه شود و همانطور که دیدیم لوکیشن خانه نقی، گریم آدم ها، شغل کاراکترها تغییر کرده بود. ضمن اینکه سرنوشت عجیبی هم برای هر کدام از کاراکترهای اصلی سریال رفته بود. یکی از شخصیت‌ها 5 سال پس از گم شدن برمی‌گردد. سر و کار یک کاراکتر مظلوم به زندان افتاد. نقی معمولی شغل جدید و متفاوتی پیدا کرده و جامعه هم تفاوت چشمگیری داشته. اینها بخشی از مواردی است که در نقد فصل ششم نباید نادیده گرفت.